جراحی تعویض زانو. رایج‌ترین دلیل جراحی تعویض زانو آسیب دیدگی مفصل است که عموماً با آن آستیوآرتروز می‌گویند. ممکن است تمام مفصل مانند انتهای استخوان ران، بالای استخوان درشنه، استخوان ساق پا و پشت کشکک زانو را مبتلا نماید. آستیوآرتروز ممکن است فقط قسمت‌هایی از مفصل به طور مثال داخل مفصلتان را مبتلا کرده باشد و در نتیجه فقط به جراحی تعویض قسمتی از مفصل به جای تعویض کامل مفصل احتیاج داشته باشید. یا ممکن است بالای استخوان ران را در قسمتی که کشکک زانو حرکت می‌کند مبتلا کرده باشد. به این عضو اصطلاحاً مفصل کشکک استخوان ران می‌گویند که باید آن را عوض کرد. در جراحی تعویض زانو، تاندون‌های متصل به مایچه‌های چهارگانه کشکک زانو را می‌برند تا از آن طریق به مفصل زانو دسترسی یابند. سپس کشکک زانو را کنار می‌کشند تا جراح بتواند قطعات مربوط را روی استخوان ران و یا روی استخوان درشنه و یا قطعه مربوط به کشکک زانو را در زیر آن قرار دهد. جراحی تعویض یک قسمت از زانو عموماً مانند جراحی تعویض زانو می باشد، با این تفاوت که مقدار بریدگی کمتر است و کشکک زانو را کمی جابجا می کنند تا جراح بتواند قطعه مربوط به تعویض بخشی از زانو را همانطور که در اینجا می بینید پیوند بزند. برای اینکه کمی بهتر به شما نشان بدهیم، می بینید که یک قسمت از مفصل کاملاً سالم است و جراحی فقط روی قسمت دیگر انجام می شود. در جراحی تعویض کشکک زانو استخوان ران، زمانی که بالای استخوان ران آسیب دیده، جراح مقداری جزئی از بالای استخوان ران را برداشته، سپس یک دکمه کشکک مانند را به این شکل در زیر کشکک زانو می‌گذارد تا همراه با آن قطعه حرکت کند. بعد از جراحی تعویض زانو، انتظار می رود که 2 الی 3 روز و گاهن به مدت بیشتری در بیمارستان بستری شوید. فیزیوتراپی شما در بیمارستان شروع می شود. شما بلند شده و راه خواهید رفت. بعد از جراحی، ممکن است حدود 2 هفته درد داشته باشید. بسیار مهم است که ورزش های خود را انجام بدهید تا حرکت کامل پاها را بازیابید. اگر بلافاصله بعد از عمل حرکت نکنید، بعداً خیلی دیر است. بعد از بازیابی تحرک طبیعی می توانید قوی سازی را شروع کنید. به طور کلی بعد از 6 تا 8 هفته حالتان بهتر می شود. از آنجایی که آستیوآرتروز عموماً بیماری است که روی هر دو زانو اثر می گذارد، منطقی است که فکر کنیم بهتر است هر دو زانو را همزمان عمل کنیم تا دوران نقاهت و بهبودی را فقط یک بار بگذرانیم. در مقایسه خطر احتمالی آن نیز 2 برابر خواهد بود. میزان دفرم شدن مفاصل در بعضی از بیماران به حدی است که با انجام عمل جراحی بر روی یکی از زانوهایشان قادر نخواهند بود از زانوی دیگر برای بهبودی استفاده کنند. برای این دسته از بیماران توصیه می شود که هر دو زانوشان را با هم عمل کنند.